بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا با نام یاد خالق کل جهان، ابتدا با نام یاد خالق کل جهان، شور دل زهار دارم تا به دل یا بر مکان، شور دل زهار دارم تا علی رسول الله و علی آله و صحبه ولمن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. برادران مسلمان، هفته گذشته بحث ما راجع به اخوت، برادری و محبت بود و ما به این نتیجه رسیده بودیم که از بزرگترین عبادت ها که انسان را به الله نزدیک می کند یکی هم دوستی و محبت دو مسلمان است و در رابطه به این اتو هم گفته میتانیم که قضیه محبت و مودت و دوستی را در مابین مسلمان ها عموماً و در مابین بشریت، در مابین مسلمان ها خصوصاً و در مابین بشریت عموماً از مقاصد دین است، از اهداف دین است. چرا از مقاصد دین است؟ به خاطر که یکی از مقاصد عمده دین و اهداف بزرگ دین در حقیقت امن است و ایمان هم از کلمه امن گرفته شده و دین آمده که امن مادی و معنوی را در جامعه استحکام ببخشد، بقایش را تضمین بکند و این امن است که ما را زمینه می دهد و مساعدت می کند تا با پروردگار ما نزدیک شویم. هرگاه در یک جامعه امن نباشد، استقرار نباشد، شکوفایی مادی و معنوی در او جامعه بطی خواهد بود و گاهی هم اصلا نخواهد بود. به همین خاطر است که هر آنچه که سبب امن در جامعه شود و سبب استقرار در جامعه شود او گزینه ها را دین تایید می کند و تقویتش می کند. هر حرکتی که جامعه را به طرف ناامنی می کشاند، چی فردی باشد و چی اجتماعی باشد، اسلام عزیز با او مقابله می کند و او حرکت ها را حرکت هایی می داند که انسان را از دین و از خدا دور می کند. و همین عنوان است که ما می بینیم چرا اسلام به امانتداری، به صدق، به وفا، به ایثار، به مساعدت، به عفو، به گذشت، به تسامح امر می کند، زیرا این صفات سبب استقرار جامعه می شود، سبب امن در جامعه می شود. و چرا اسلام عزیز از خیانت، از دروغ، از جفا، بیوفایی، غلطی، غیبت، گمان بد، حسد، این چیزها را چرا منع می کند و چرا بد می بیند و چرا این صفات را من حیث صفات معرفی می کند که انسان را از خدا دور می کند و از مخلوق خدا دور می کند؟ و سر خاطری که هرگاه این صفات در جامعه بیاید، این صفات تحقق ببیند، طبیعتاً ما شما می بینیم که ما را به طرف ناامنی فرا می خواند، استقرار ما را و امن ما را زیر سوال می برد. از این خاطر است که این صفات
زمینه امن را مساعد میکند، این صفات دیگر زمینه ناامنی را مساعد میکند. نکته دو، محبت، برادری، اخوت، گذشت، عفو، این زمینه را مساعد میکند تا یک دیگر را خوبتر بشناسیم و به اساس شناخت گذشت بکنیم و خلاهایی که در یک دیگری ما است او را هم پر بکنیم. روی ای اساس است که علمای ما و خصوصا دعات اونا میگن که دین بزرگترین نعمت الهی است، دین بزرگترین نعمت الهی است که این دین رابطه ما را با خدا هم جور میکند، با خود ما هم جور میکند و با مخلوق خدا هم جور میکند. بنابراین اسلام به عنوان دین ما قانون ماست، منهج حیات ماست، وسیله ارتباط ما با خالق ما، وسیله ارتباط ما با خود ما، وسیله ارتباط ما با مخلوق خدا است. پس هر ارتباطی که اگر با خودم میگیریم به ارزش‌های از این دین مراجعه میکنیم، چگونه با خود ارتباط داشته باشیم. اگر با خدا هم میخوایم ارتباط بگیریم به این دین مراجعه میکنیم، و اگر با مخلوق خدا هم ارتباط میگیریم باز هم به این دین مراجعه میکنیم. بنابراین وقتی که دین ما قانون ما شد و منهج حیات ما شد، پس ارزش‌های قانونی باید در این دین ملموس باشد. او ارزش‌های قانونی یکی استقرار امن است، در جامعه باید امن بیاید زیرا قانون به خاطر امن است، هدف قانون امن است. از این خاطر شما می‌بینید که اشارات ترافیکی که در هر چارایی برای ما شما گذاشته شده، چرا ما را امر میکنه همینجا استاد شد؟ تا که اشاره تبدیل نشه حق حرکت نداری. به خاطر امن است، تا موتر ما تصادم نکند و تکر نکند. و اگر ما این اشاره را نادیده گرفتم و قانون را زیر پای میکنم، با مجرد داخل شدن در جاده اگر حادثه صورت میگیرد مسئول باز مست و جزا داده شود. دین انگامی که قانون شد و منهج حیات شد، یکی از اهدافش استقرار امن است، هدف دومش رشد و ظرفیت دادن به افراد جامعه است. انسان ها باید بلند برود، دیدگاهش، خواسته هایش، آرمان هایش، همگی باید به طرف بلندی و در حالت رشد باشند. نباید مردم کوچک باشند، نباید خرد بیاندیشند، نباید خرد تصور بکنند، نباید خرد هدف داشته باشند. تصور باید بالا برود، هدف باید بالا برود، ظرفیت باید بالا برود. و سوم، ارزش هایی که این دین تطبیق میکند، این ارزش ها قابلیت تنفیذی داشته باشد، یک مجرد شی ذهنی نباشد بلکه جنبه عملی ملموس داشته باشد و آسان باید باشد. ارزش هایی که عرضه میکند آسان باید باشد، در وقت تطبیق ارزان باید باشد، بودجه کم سرش مصرف شود. اگر این ارزش ها در داخل دین مطالعه شود، کاری اصلی که از اهداف بزرگ دین است که او ارتباط گرفتن است و تنسیق رابطه در بین فرد و در بین جامعه، فرد با خودش و فرد با خدایش، با معبودش، ای به دست می آید. هرگاه انسان رابطه خوب با الله داشته باشد،
رابطه زیبا با الله داشته باشد. صفاتی که زمینه را مساعد میکند با قبول ارزش های دینی، او صفات تحقق پیدا میکند. اگر این ارزش ها جنبه عملی پیدا کند، رابطه ای انسان که با خدا تنظیم شد طبیعتاً در درون از این انسان قوه ایجاد می شود که عالم می شود، آگاه می شود، بینا می شود با تمام اعمالی که منفی است و در درون خودش است. انسان که با خدا ارتباط داشته باشد، به عوضی که به دیگران انگشت بگیره، بسیار انگشتش به طرف خودش است. بعد میگه که من خودم جور نیستم، چگونه سر دیگران اعتراض بکنم؟ چون کاملا در محور خود بسیار میاندیشد و دقیق میاندیشد. و انسانی که خود را شناخت، طبیعتا باز کبر نمی کند، غرور نمی کند، حسد نمی کند، زیرا خودش در یک منجلاب است که باید خود را بیرون بکند. برادرای عزیزا، هرگاه رابطه ما با خالق ما تضمین شود و با خودم تضمین شود و با مردم تضمین شود، بعد همه ما شما یکی میشیم. و وقتی که یکی شدیم، عزت ما با هم یکی می شود، خواسته های مشروع ما یکی است، وطن ما باز یکی است، کتاب ما یکی است، دین ما یکی است، الله ما یکی است، قبله ما یکی است. پس چرا اختلاف باید باشد؟ چرا با هم باید بجنگیم؟ چرا با هم نفاق داشته باشیم؟ آنچه که خدا بسیار بزرگش کرده، چرا او را کوچک تلقی بکنه؟ من بسیار تأسف میکنم یکان بار که میگم خدایا، خودت به زبان پیغمبرت به ما گفتی من قال لا اله الا الله دخل الجنه، و من میگم فلانه نمیره، فلانه نمیره، فلانه نمیره، مثل که جنت خانه شخصی خودم باشه، کیره میمانم کیره نمیمانم. جنت بسیار بزرگ است و هر قدر که ما تلاش بکنم که مردم داخل جنت شوند، با امو اندازه به خیر ماست، با امو اندازه به خیر ماست. ما در این دنیا مکلفیت دارم که انسان را از دوزخ بکشم و به جنت سوقش بکنم. کنتم خیر امه اخرجت للناس امرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بهترین امت خزمی خاطر شدیم که مردم از گودال جهالت بیرون شوند، به طرف نور بروند، جنت برش زمانت داده شوند. کار ما امیست، کار ما رفتن مردم به طرف دوزخ نیست، بلکه کشیدن مردم از دوزخ. در دین ما و در ارزش هایی که دین به ما آموخته، او دادن عزت برای انسان است. خیر الناس من ينفع الناس، بهترین مردم کیست؟ کسی خیرش به مردم بیشتر برسد. پس دین بهترین خیر را برات می دهد، هم خیر دنیای تا و هم خیر آخرت را، هر دویش برات می دهد. دین زمینه را مساعد می کند تا ارزش ها به شکل درستش حاکم شود. از این خاطر یکی از مقاصد بزرگ و مهم دین حفظ امن است، و این امن در کل سطوح باید باشد. از نظر فکری باید امن باشد. پس از این خاطر است که دین ما ارزش های فکری و عقیدوی را مهم می داند و دقیق سرش کار میکند. قبل از اینکه امر و نهی بکند، اول سر را جور میکند، فکر را جور میکند. و رسول ما صلی الله علیه و سلم 13 سال
در مکه مکرمه مردم را دعوت کرد به لا اله الا الله. سی اصل عمده را سرش کار کرد: توحید، رسالت و معاد. الله یکی است و ذات عظیم است که ما را به اراده خودش، به علم خودش، به قدرت خودش آفرید است. الله ذات است که ما را و همه کائنات را به اراده خودش، به علم خودش، به قدرت خودش آفرید است. در آفرینش کل کائنات نه اراده کسی دیگری است، نه قدرت کسی دیگری است، نه رهنمایی کسی دیگری است. نکته دو، چون خالق ما الله است پس مالک ما هم الله است. چون مالک اوست، متصرف امور اوست. عزت او میدهد، ذلت او میدهد. ملک او میدهد و ملک او میگیرد. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. همه چیز پیش اوست. چون خالق است، مالک است، متصرف امور است، پس معبود است. تنها و تنها او را عبادت میکن. و ما آفریده شدیم به خاطر شناخت امی چند چیز، تا خالقیت الله را درک بکنیم و هر آنچه که داریم از آن اوست. و ما بکم من نعمه فمن الله. چون او مالک ماست و متصرف امور ماست، هر نوع تصرف را در ما بکند، ما میگم انا لله و انا الیه راجعون. پس هیچگاه شکایت نمی کنیم. پدرم از پیش میگیرد، میگم انا لله و انا الیه راجعون. فرزندم از پیش میگیرد، میگم انا لله و انا الیه راجعون. مرض برم میدهد، میگم انا لله و انا الیه راجعون. مصیبت برم میدهد، میگم انا لله و انا الیه راجعون. همه چیز چرا این رقم است؟ زیرا هر عطایی که او میکند به خیر ماست، هر بخششی که او میکند به خیر ماست. اما برم خوب است. ارگو چنین شد، ما مقصد حیات خود را میفهمیم و درک میکنیم حیات خود را. ما مقصد حیات خود را میشناسیم و درک میکنیم. ارگو ما این نقطه را درک بکنیم که الله خالق ماست، مالک ماست، متصرف امور ماست، معبود ماست، پس کل ما شما یک وظیفه پیدا میکنیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ما میدانیم این نکته را. پس ارگا عزیزایم، این مفهوم پیش ما داده شد که ما وظیفه داریم که رب خود را عبادت بکنیم. و عبادت تنها نماز نیست، تنها روزه نیست، تنها حج نیست، تنها جهاد نیست، بلکه عبادت اسم جامعی است به هر حرکت مادی و معنوی ما که مطابق شریعت الهی و به خاطر خدا صورت بگیرد. هر حرکت مادی و معنوی که مطابق شریعت الهی به خاطر خدا صورت بگیرد عبادت است. پس مفهوم چی شد؟ هرگاه تو یک لقمه نان را در دهن خانمت میتی، عبادت است. هرگاه تو یک لبخندی بر رخ یک مسلمان میکنی، عبادت است. هرگاه تو سنگ را از راه بر میداری، عبادت است. هرگاه تو کسی را دست میتی، میگی السلام علیکم و رحمت الله، عبادت است. عفو عبادت است، گذشت عبادت است، ترحم عبادت است، صلة الرحم عبادت است، انفاق عبادت است.
همه حیات عبادت است. ارگاه ما عباد را بگیریم، بعد از او طبیعتاً در درون خود عزت را، بزرگی را و عظمت را مشاهده میکنیم. و انسانی که بزرگ شود، انسانی که ببالد، انسانی که عظیم باشد، از کارهای کوچک کوچک طبیعتاً عقب میرود. دقیق شدین بگم؟ انسانی که بزرگ باشد، انسانی که دانشمند باشد، انسانی که با وقار و با حیثیت باشد، کار کوچک را نمی کند. پلیس برش نمی گوید که تو در سر راه نان نخور، ولی نمی تواند در راه روان باشد و چک زده برود. کسی برش نمی گوید که تو در اینی جا نشین، ولی نمیتونه بشیند. در راه روان میباشد، ریسفید را میبیند، نمیتونه از پیشش پیش شود، با وصفی که توانمند است میتونه پیش شود. چرا چون این کارها را میکند؟ به خاطر که خودش جایگاه بلندی دارد. این جایگاه روحی بلند خود به خود ایرمانی میشود از کارهایی که کوچک است. ارگاه انسان بزرگ شد و عظیم شد، باز کارهایی که کوچک ها میکند او را با تسامح میکند، چشم سرش پت میکند. مثل که ما شما ششته باشیم، گاهی میبینیم که بعض کارها در مقابل بزرگا به اساس نافهمی و کم ظرفیتی میشود، باز به خنده تیرش میکنیم. طفلکی است یک سخن را میگوید، طفلکی است در روی یگان بار میزند، طفلکی است پیاله را بر چپه میکند، حقت میگیرد. در مقابلش چی میکنی؟ در مقابلش گذشت میکنی، در مقابل صلت رحم میکنی، در مقابلش عطا میکنی، حق خدا برش میدی. طفل آرام میشود. طفل که آرام شد گریه نکرد، تو خوش است، تو آرام است. اگر خودت را با طفل بجنگانی، چون او ظرفیت ندارد. مردم برای کی خوب میگوید؟ برای تو باز خوب نمیگوید، از برای خدا. خودت کتی طفل کتی زی خودت میجنگانی. طفل ظرفیت ندارد، از این خاطر باید عفو بکنی، باید گذشت بکنی. گاهی انسان‌های بزرگ با یک تعداد دیگری روبرو می‌شود که او دیوانه می‌باشد و اصلاً خوب خراب و درد نمی‌کند. انسان‌های بزرگ به طرف دیوانه‌ها نمی‌رود، بلکه رای خود را عوض می‌کند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، راه را عوض می‌کند و نمیخواد تکرار بکند، زیرا او دیوانه نمیشناسد که جایگاهی از این چقدر است. بنان خود را باید نگاه بکنی، خود را باید حفظ بکنی. و گاهی هم میبینیم که انسانهای جاهل چه بسا اوقات در اختیار دیگرها قرار میگیرد، به تعبیر دیگر مزدور می شود. چون جاهل است نمی داند و به اساس جهالت تعرض می کند. باز هم مسئولیت ماست که همچون انسان های بی ظرفیت را ظرفیت بدیم و جایگاهش را برش نشان بدیم و استقامت بدیم، مسیر بدیم و با حوصله مندی کار را طی باید بکنیم. زیرا رسول ما صلی الله علیه و سلم با مردم های کم ظرفیت چنین معامله کرده است. حدیثی از رسول ما صلی الله علیه و سلم داریم که بار بار ما ای را گفتیم. مجلسی داشت، مرد اعرابی می آید
همراه صحبت می کند، بعد می خیزد به حسب امو ارزش های سابقش، پیشاب می کند در کنج مسجد. اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین می خواهند که این را اذیت بکند و تهدیدش بکند، در مسجد پیشاب می کنی؟ رسول علیه السلام برش گفت که ما نکنید نکنید، یکنید لا تظلمو، پیشاب از سرش قطع نکنید، آل خوکت بگذارش که تا آخر بکنه که مریض نشود، بگذار که خلاصش بکند. به تعبیر دیگه غرضش نکنید که آل خوک یک جرح چتل کرد، اگر غرضش بکنید تیت میشود، پیشاب خلاص میکنه. بعد پیغمبر خدا به این انسانی که ظرفیتش کم است نمیگه که برو بشوی، میگه یک دلچه او سر مجای مردار پرتن، جای پیشاب بشوی. به دیگر امر میکنه، او را میگه اینجا بیا، پیش خودش میخواد، بعد بر ظرفیت میدهد، میگه این مسجد است، خانه خدا هست، در اینجا تلاوت قرآن کریم می شود، در اینجا تعلیم و تعلم می شود، در اینجا تدریس است، در اینجا ذکر الله است، در اینجا نماز خوانده می شود، و ما و شما مکلفیت داریم پاک نگهش داریم، ما و شما مکلفیت داریم پاک نگهش داریم. و بسیار با تبسم با مقبولی برش میگوید. این مرد دست خود را بلند میکند، میگه که الله مغفر لی و محمدا، بار الله ما را ببخش و محمد را ببخش، ولا تغفر معنا احدا، دیگه هیچ کس هم نبخش. رسول علیه صلات و سلام میگه که قد تحجرت واسعا، چیزی که بسیار بزرگ بودی چرا خردش کردی؟ بگو خدایا ما را ببخش، محمد را ببخش و همه مسلمان را ببخش. دین امیس عزیزان، دین امیس. از این خاطر ما برای کسایی که به ارزش‌های ما توهین می‌کند، به ارزش‌های ما تجاوز می‌کند، یا واقعاً جاهل است، ظرفیتش کم است، دعوتش میکنیم این پیام الهی که به میلیون‌ها انسان در زیر چترش زندگی میکند، دانشمندها و بزرگان را تربیت کرده است، تمدن بزرگ انسانی را ساخته است، روح را در درون انسان دمیده است، جایگاه انسان را بلند برده است، حق انسان را بلند برده است، دین شفقت و مهربانی است، دین ترحم، دین عفت، دین گذشت و دین صلابت است. این دین است که 2 میلیارد انسان در زیر چتر زندگی می کند. و تو هم فرزندی کسی هستی که اهل از سرزمین با خاطر اقامه امید دین 1.5 میلیون شهید داده است، به خاطر اقامه امید دین نزدیکترین چیز خود را که جانشان است فدا کرده است. بنابراین این دین را در قواره ما نبین، شاید ما غلط بکنم، فقطا غلط میکنم، اشتباه میکنم، ولی دین الله را دشمنی نکن، دین الله را در کتاب الله ببین، دین الله را در سنت رسول الله ببین، دین الله را در زندگی اصحاب کرام، در زندگی تابعین، در زندگی تبع تابعین مطالعه کو. غلطی را عزیزم نمی کنم، غلطی را دین نمی کنم، غلطی را منهج نمی کنم، این منهج منهج الهی است، این قانون قانون الهی است، این را پارلمان جور نکرده است، این را 2 دانشمند جور نکرده است، بلکه خالق ما جور کرده است، خالق ما که تو را آفریده است، چشمای زیبا برات داده،
گوش برد داده، عقل برد داده، فکر برد داده. با الله دشمنی نکو، الله را از زندگیت حذف نکو که بدبخت میشی. عزیزم، بدبخترین مردم کیست؟ کسی که الله را در زندگیش حذف بکند. بدبخترین مردم کسی است که با الله قطع رابطه بکند. یک مثال میتونم به نزد شما که کل ما شما پدر و مادر داریم، کسی که با پدر و مادرش رابطه را قطع بکند، در مقابل پدر و مادرش استاده شود، پدر و مادر خود را توهین بکنه، تحقیرش بکنه، ظلم سرش بکنه، تهمت سرش بزند، شما امین نفر را چی ارزش قائل میشین؟ آیا این نفر را خیر میگوین؟ آیا این انسان را در قطار انسان ها قبول میکنین؟ چرا انسان را بد میبینین که با پدر و مادرش خوبی نمیکنند؟ به خاطری که پدر و مادرش بی نهایت با این خوبی کرده است، بی نهایت خوبی کرده است، و بازم که خوبی هایش بگیری شمار می شود. کسی که پدر و مادرش را در زندگی حذف بکند، عقل ما میگوید که بدترین مردم است. هرگاه خالق را کسی در زندگی خود حذف بکند، موجود حقیقیش را در زندگی خود حذف بکند، رابطه خود را با خدا قطع بکند، از این که انسان بدبخت دیگری است؟ والله پیدا نمی شود. ما با کسایی که با دین ما ستیزه جویی را شروع کرده است پیام می تیم که ارگا خدا را از زندگیت قطع بکنی، والله ذلیل می شی، رسوا می شی، این دنیای بزرگ برد کوچک می شود. در خانه خودت باز نمی گنجی، تو در فکری ازی خواهد بودی که من میتانم به نام آزادی همیشه غرایز جنسی خود را اطفا بکن، اطفایش بکن، بالاخره ری سفید میشینه. بعد چی خواهد بود؟ هر چی که میگویی بگو، بالاخره ای زبانت بسته خواهد شد یا نه؟ هر چی که میگویی نوشته کو، بالاخره ای دستت خوش خواهد شد یا نه؟ ولی تو فراموش میکنی، الله فراموش نمی کند. تو فراموش میکنی، الله فراموش نمی کند. وقتی که فراموش نمی کند، در رخت میکشد، در رخت میکشد. از این خاطر پیام ما برای انسانیت در مجموع ایست که بیاین با ربتان ارتباط بگیرین، با ربتان در تماس باشین، حذف نکنین ربتان را از زندگیتان که بدبخت میشین. و دینی که رسول ما صلی الله علیه و سلم آورده است معنا و تعبیری بسیار زیبا میکند و میفرماید که انما بعثت معلما و انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. جز نیست که ما مبعوث شدیم به عنوان معلم. معلم کیست؟ معلم فردی هدفمندی است، شخصی هدفمندی است که به القاء معلومات منظم برای جانب مقابل و شاگرد تغییر مثبت را در شاگرد ایجاد می کند. پیغمبر میگه من معلم هستم، برد میگم که اقرا بخوان، ولی چی رقم بخوان؟ به اسم ربک. در خواندنت رابطیت با خدا تنظیم شود. ما سواد را میخواهیم، ما فرهنگ را میخواهیم، ما ارزش ها را میخواهیم، و دین ما دین فرهنگ و دین علم دین ارزش هاست. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم الدرجات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نون والقلم وما يسطرون. دين علم است و ما دوست داریم گفتمان را. علماء اسلام و ارزش های دینی ما از گفتمان عقب نمی رود. باور ما و عقیده ما با گفتمان است، با مناظرات علمی است. هیچگاه اسلام عزیز برای اتباع خود نمیگه چشمت را ببند، در گوشت پنبه بگذار و پیام را بقبول کن، بلکه میگم که پرده ها را از چشمت دور بکن، پنبه ها را از گوشت بردار و آنچه که میگیم اگر با عقل سلیم در تضاد بود قبول نکن. پس وقتی که چنین است، کسایی که علیه ارزش های ما میتازد، پس یا ظرفیتش کم است، برش توصیه میکنیم که برای رشد ظرفیت هایتان مراجعه بکنین به تراث بزرگ دینی ما، به تراث بزرگ دینی ما. سالهای گذشته من یک سفر داشتم در مصر. بعد که خود یک فکر داشتم که کتابی را در مقاصد شریعت ای را بیارم، میخواستم مطالعه بکنم. این کتاب را در کتابخانه هایی که ما در افغانستان و در بعضی کشورهای دیگر داشتیم کم میافتم، چون مصر از کشورهای بزرگ فرهنگی است. گفتم اوجا شاید یک دو عنوان سه عنوان شاید باشد. انگامی که رفتم در معرض کتاب، بیش از 700 جلد کتاب تنها در مقاصد شریعت یافتم. بیش از 700 جلد. پس برادرایی که شما به نام علم و به نام تمدن و به نام این و آن سر خود تاپه زدین، یک بار تراث ما را مطالعه بکنیم، فرهنگ دینی ما را مطالعه بکنیم که در همه زوایای حیات سخن اول دارد، و جایی که سخن ندارد بیاین که با خود بحث بکنیم که آیا یک انسان خدا را از زندگی حذف بکنه خیرش است یا نیست خیرش. از این خاطر است که امن استقرار پیدا نمی کند در دنیا تا دین در دنیا نباشد. هر کسی که میگه که در دنیا امن می آید، وقتی می آید که دین حذف شود، اشتباه کرده است. چرا اشتباه کرده است؟ اسلام عزیز می فرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام له. دین به زور تطبیق نمی شود، به زور دکلی مردم جای نمی گیرد، بلکه دین پذیرفته می شود. از این خاطر اسلام عزیز چی می کند؟ پیام ارزش های خود را می دهد، ولی اون دور اگر رنگش بیران نمی کند. برش میگه اسلام اینی دین است، قبول میکنی خوب، اگر قبولش نمیکنی گرنگت هم نگاه میکنم. مسیحی را میگه که اسلام اینی دین زیبایی است، میپذیری خوب، نمیپذیری کلیسایت خراب نمیکنم، در کلیسا برو امنشم میگیرم. چرا این کار میکنه؟ به خاطری که دین من حیث دین ارزش های اخلاقی را نگاه میکنه. شما در هیچ دین حرکتی را پیدا نخواهد کردین که ارزش‌های اخلاقی را زیر سوال ببرد. همگی برای اخلاق کار کردن. ارگاه دین از جامعه برداشته شود، بعد از او با چی می شود؟ سیکولاریزم، الحاد زمینه را به چی مساعد می کند؟ میگه مرد با مرد عروسی بکند، زن با زن عروسی بکنند،
زن با سگ عروسی بکند، باز این نتیجه می آید. ارگا دین من حیث دین در جامعه نگاه شود، حداقل انسان در انسانیت خود خوب باقی می ماند. پس ما پیام می دیم که مردم را به طرف بیدینی سوق نکنین، که انسانی که مسجود ملائکه است، خلیفت الله است، او انسان را در حضیض حیوانیت می کشانی، حیوانش می سازی، درندیش می کنی، قیم ارزش ها را برش سقوط می دی، با تاریخ قطعش می کنی. عزیزم، ارگا انسان با تاریخ قطع شود دیگه به انسان چی می ماند؟ تاریخ است که ارزش می دهد به انسان، فرهنگ است که به انسان ارزش می دهد. ارگاهی ارزش ها فرو بریزد، انسان جایگاه خود را گم می کند. روی اساس است عزیزم، پیام دین پیام سماحت است. تقاضای ما از حکومت افغانستان امی است که اجازه ندهد برای گروهک ها، برای مزدورها و برای انسانهای کم ظرفیت و بی علم که علیه ارزش ها بتازند، علیه شخصیت ها بتازند، بر اسلام غیر علمی خورده بگیرند. اگر چنین کاری را می کند، آنچه که ما نیمبند داریم امور خود از دست دادیم. امن ما مهم است بر ما، امن ما متشنج می شود، اتفاق ما از بین می رود، تساند و تعاون ما از دست می دیم و جامعه را به طرف نابودی، بدبختی و انحلال می کشانیم. از خاطر حکومت من حیث یک چتر مسئولیت خود را دارد تا در رشد ظرفیت های نوجوانای ما که با تأسف قطع کردن رابطه خود را یک تعدادی با پروردگارشان، قطع کردن رابطه خود را با مجالس علمی و با علمایشان، نرا دعوت بکند و در مجالس بشینند. جامعه مدنی را آواز میکنیم که مدنیت در اسلام عزیز ماست. رسول ما صلی الله علیه و سلم انگامی که هجرت کرد، نام جایی که هجرت برش کرد که آلی برش مدینه منوره میگیم، قبلا نامش یثرب بود. پیغمبر علیه السلام شهر خود را شهر مدینه گذاشت. پس عنوان مدنیت را اسلام عزیز داده است، جامعه مدنی را اسلام عزیز به معرفی گذاشته است. به اساس تمدن بزرگش پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم تعامل می کند با یهودی که در اوجا قرار دارند، تعامل می کند با آنانی که اسلام را نمی پذیرد، در مسجد حق ورش می دهد که نماز بخواند. نصرانی های نجران 80 نفر با تمام زرق و برقشان در مدینه منوره تشریف آوردند. رسول علیه السلام نماز دیگر را خوانده بود، آمدن گفت ما نماز میخوانیم. پیغمبر خدا گفت نماز بخوانیم نماز. دین دین شرح صدر است، بناهن ما استقبال میکنیم تفاهم را، استقبال میکنیم مذاکره را، استقبال میکنیم حوار را و گفتمان را، ولی یک چتر باید برش باشه. ارگا حکومت مسئولیت های خود را نفهمد و برای رشد ظرفیت ها کار نکند و این میدیای از هم گسیخته را مهار نکند، ما به این باور هستم که ما خود ما کشور خود را به طرف نابودی سوق میکنیم، ما خود ما به طرف خرابی باز میرویم. اسلام دین رفعت است، دین شفقت است، دین مهربانی است. و باز میگم که آزادی بیانی که در دین ماست در هیچ دین دیگری نیست. نمونیش حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و ارضا
انگامی که خلیفه مسلمان ها تعیین می شود، در اولین خطبه خود عرض می کند که مسلمان ها، از ما بین شما انتخاب شدیم بر بالای شما، هرگاه اشتباه کردم شما مرا رهنمایی بکنید. عسکری از کنج مسجد می خیزد و شمشیر خود را بیرون می کند و ایتو بلندش می کند که ابو بکر، اگر کج شدی به شمشیر راستت می کنم. حضرت امیرالمؤمنین حضرت ابو بکر چی می گوید؟ الحمدلله که در رعیت ابو بکر کسای است، اگر ابو بکر کج شود به شمشیر راستش می کند، او را بندی نمی کند، تحقیرش نمی کند، بد برش نمیگه، بلکه میگه الحمدلله. عزمی آزادی نیست. حضرت عمر رضی الله عنه و ارضا خیس برای مسلمان ها گفت که او مسلمان ها، شما که عروسی میکنین این مهرها را زیاد میگیرین و سبب شده که عروسی ها کم شود، جوانای ما خانه‌دار نشوند. بنان من بعد 300 درهم شرعی مهر است، از او کسی بالا گرفته نمیتاند. یک زن برش میخیزد و میگه که امیر المؤمنین، پروردگار به ما قنطار گفته و قنطار عدد نامعلوم است، حق تعیینش ما دارم، تو چرا تعیین میکنی؟ حق از تو نیست، زیر عروس خو من میشم، خانه شوهر خو من میرم. امیر المؤمنین میگه خطأ عمر و اصاب الامره، عمر خطا کرد و زنک راست گفت، پایین شد. ای آزادی نیست، ای آزادی است که در بیان دین ما گفته و دین ما اجازه میدهد، ولی بی ادبی خونیست حقت را بگی، توهین، تحقیر، تجاوز. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم نشسته بود، دخترک آمد و گفت که یا رسول الله، پدرم میخواد مرا به برادرزادش بدهد و من نمیخوام امرش عروسی کنم. پیغمبر خدا گفت نمیکنی، نکن، اگر امر پدرت را امتثال بکنی بهتر است، ولی اگر نمیخوای یه حق از تو است. وقتی گفت که نمیخوای نکن، یه دخترک چی میگه؟ یا رسول الله، ما به امر پدرم امتثال میکنم، فقط میخواستم جایگاه خود را بدانم که در دین چقدر است. نمقه میفهمی، میخواستم بفهمم که حق انتخاب شوهر را مدارم. حالی راضی شدیم به آنچه که پدرم میگوید، این آزادی نیست؟ پس در دین آزادی بیان است، در دین آزادی انتخاب است، در دین آزادی عمل است. برادران که کش فهمیدین، برین یک بار دینتان را مطالعه بکنه. این دینی که در مقابل عمر به افرادش اجازه میدهد، این دین در مقابل ما اجازه نمیدهد. این دین در مقابل رئیس جمهور برد اجازه نمیدهد. در مقابل هر کس تو حق داری استاد شوی و هیچ کس حق نداره که به دهنت مهر بزند، ولی ادب را رعایت کن، اخلاق را رعایت کن، روش را درست انتخاب بکن تا مردم به حق دعا بکنند، بگوید خدا به علمت بیفزاید، به جوانیت بیفزاید، به عقلت بیفزاید، به فکرت بیفزاید. کاری را نکن که مردم برده که این انسان گستاخ، این انسان بی غیرت، این انسان بی ایمان، این انسان خود فروخته، این انسان مزدور، وا 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 وا، این کلت برد بگوید. رب العالمین هم ما شما را به طرف فهم صالح دین بکشوند. خداوند متعال اتحاد و اتفاق را در ما بین ما و شما ایجاد بکند. خداوند متعال در کشور ما امن را استقرار ببخشد. دشمنای ما را خداوند متعال ذلیل بکند. الله متعال آنچه که به خیر مردم است، امور الله نصیب ما و شما بکند. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. ابتدا با نام و یاد خالق کل جهان، ابتدا با نام و یاد خالق کل جهان، شور دل زهار دارم تا به دل یابن مکان،
شور دل اظهار دارم تا به دل یا بر مکان، کاش به گوش هر مسلمان می رسید این در دعا، که از دل حافظ برون شد چون ندای عاشقان، که از دل حافظ برون شد چون ندای عاشقان. هر شبی یا یک ناری چون خبر آید بگوش، هر شبی یا یک ناری چون خبر آید بگوش، ملتی از ما به زیر ظلم دشمن داد جان، ملتی از ما به زیر ظلم دشمن داد جان، کاش به گوش هر مسلمان می رسید این در دعا، که از دل حافظ برون شد چون ندای عاشقان، که از دل حافظ برون شد چون ندای عاشقان. در چچل پیر و جوان با خاک و خون غلطیده ام، در چچل پیر و جوان با خاک و خون غلطیده ام، کودکان بوسنیای زیر خم پاره نهان، کودکان بوسنیای زیر خم پاره نهان، کاش به گوش هر مسلمان می رسید این در دعا، که از دل